دلنوشته نوشته و دردناک بیژن مرتضوی برای همسرش ستاره سعیدی با ما همراه باشید این یادداشت رو از بیژن مرتضوی میبینیم و میخونیم سلام سلام چطوری رفقا به کانال خودتون کانال میم تی خیلی خیلی خیلی, خیلی بودید و زندگی شخصیش رو دنبال میکردید احتمالاً در جریان عشق بین ستاره سعیدی و بیژن مرتضوی هستید این زوج عاشقی که بیش از هفت ساله با هم ازدواج کردن اوایل به خاطر اختلاف سنی زیاد این دو نفر خیلی ها اونها رو مورد قضاوت قرار دادن ولی خب با گذشت زمان و ریاکشن‌های این افراد و صحبت‌های دوستان نزدیکشون بیشتر به عشق این دو نفر پی بردن اوج این ماجرات حدودا سه سال پیش بودش که بیژن مرتزوی دچار بیماری کرونا شد و شدت کروناش هم انقدر زیاد بود که دکترها ازش قطع امید کرده بودن و چند ماهی رو هم تحت نظر توی بیمارستان بود توی اوج دوران بیماریش که خیلی از دکترها ازش قطع امید کرده بودن و دوستان نزدیکشون هم حتی داشتن خودشون رو برای مراسم ختم بیژن آماده میکردن این همسرش ستاره سعیدی بود که با توجه به ریسکا و خطرهایی که براش داشت همچنان در کنار همسرش بیژن مرتزوی بود و از اون مراقبت میکرد و حتی براش مهمم نبود که خودش هم مبتلا به بیماری کرونا بشه این چیزایی که دارم میگم قبل از قضیه واکسن ها است و توی دوران اوج بیماری است که خیلی ها بیماری رو میگرفتن و متاسفانه خیلی راحت جونشون رو از دست میدادن بیژن مرتضوی بعد از بهبودی حالش یه پست این استگرامی گذاشت و یه دلنوشته قشنگ برای همسرش به یادگار گذاشت اون توی این دلنوشتش گفت امروز پزشک معالجم که یکی از دوستان بسیار نزدیکم هم, هم هست به دیدنم اومد قبل از رفتنش ویدیویی از همسرم ستاره نشانم داد که ندیده بودم و آن بغز و عشقای ستاره بود در ویدیویی برای شما عزیزان در بیمارستان با وجود محدودیت های فراوان در زمانی که به بخش مراقبت های ویژه منتقل شده بودم و در بیهوشی به سر می بردم و از دنیای بیرون کاملا بیخبر بودم که اگر بودم دنیا را برای دردان عشقش زیر و رو می کردم. خودش هم بعد از ترخیص تا امروز نشانم نداده بود که چه به سرش گذشته در نبودنم در این دنیا منظورش اون تایمیه که بیهوش بود و دچار بیماری کرونا بود و فقط وقتی به خودم اومدم دیده بودم نهیفتر شده ستاره ی عزیزم همسر زیبای من همیشه به توانایی هایت ایمان داشتم تو را باور دارم عزیزم در آن روزهای سخت نبودنم خسته شدی بریدی کمی هم کم آوردی اما در آخر گل کاشتی عزیزه دارم و برای شما عزیزانم روز به روز بهتر میشم و این رو به خوبی از توانایی هایم حس میکنم گذشته لحظه هایی که از مشتم خارج شده بود و من در برزخ عمیق خودم رو به خدایم سپرده بودم تا دنیایم را رقم بزند این عکس هم تازه و داغ برای شما یاران همیشه همراه هم هست که بهتر شدنم رو ببینید و مطمئن باشید و سپاس از دوست هنرمندمان نیما جان که به خاطر راحت بودن من استودیو رو به منزل آوردن تا این روزها رو بهتر برای شما ماندگار کند بیژن مرتضوی توی یه پست عاشقانه دیگه که به مناسبت تولد ستاره سعیدی منتشر کرده بود هم براش این یادداشت عاشقانه رو گذاشت و گفت ستاره جانم همسر زیبای من امروز سالگرد تولد تو عزیز دلم چقدر خوشحالم که اومدی تو زندگی به معنای واقعی کلمه یاورم شدی نازنین همیشه نفست گرمان بخش تمام لحظه هامه و بابت این شاکرم از خداوند منان تولد 38 سالگیت مبارک عزیزم این پست برای حدودا دو سال پیشه تولد ستاره سعیدی آخر شهریور بود که 41 یک ساله میشد و متاسفانه عجل مهلتش نداد و از دنیا رفت بیژن مرتزوی توی روز ولنتاین هم برای همسرش ستاره سعیدی پست عاشقانه گذاشت و براش نوشت امسال در روز ولنتاین برای تو و تمام هموطنانمان آرزو می‌کنم که تم زیبا و شیرین زندگی و آزادی رو چه زن و چه مرد در مسیر آبادی میهن از دستان و چنگال خونین کسانی که در این 40 44 سال برای نابودی ایران و ایرانیان تلاش کردند شاهد باشیم فراموش نخواهم کرد که در سالهای قبل از مهاجرت متحمل چه دشواری هایی به خاطر زن بودنت در داخل ایران شدی و اکنون این زندگی و آزادیت رو برای همه هم نوانت در داخل کشور آرزو می کنم همسر زیبای من ولنتاین مبارک زن زندگی آزادی این پست برای حدودا 7 ماه پیشه که ولنتاین سال گذشته بودش چند روز قبل یه ویدیو هم در مورد یاد داشتی عاشقانه که ستاره سعیدی برای همسرش بیژن مرتضوی توی پست این استگرامش قرار داده بود و پیشبینی این روز رو کرده بود و از خداوند خواسته بود که از عمر اون کم بکنه و به عمر بیژن مرتضوی اضافه بکنه اون توی این یادداشت نوشت ای خدای بزرگ ای نهایت آرزوهای ما تو رو سجده میکنم و میپرستم سپاس میگویم ستایش میکنم <متصفح> که هرچه عمر من است به عمر و سلامتی بیژن من بیافزا و شما ای مردم نازنین با تمام اظهار نظرهایی که برایم محترم است اما از دنیا و محاسبت دنیا در بیایید و دل به پرواز عشق دهید خدایا از تو صبر میخواهم و به تو پناه میبرم و از دنیا و مافیها فقط یک ضربت شیرین، یک نور فروزنده و یک نقمه دلنواز وجود دارد که برای من همه چیز است و آن بیژن من است. خب همونطور که دیدید از این پست ها و یادداشت های عاشقانه ای که بیژن مرتضوی و همسرش ستاره سعیدی برای هم نوشتن مشخصه که عشق این دو نفر واقعی بوده و حالا قضاوت هایی که علیه این دو نفر توسط مردم یا خیلی از حتی طرفدارا اتفاق افتاده دروغی بوده حتی پارسال که مسابقه دیویس از شبکه ام بی سی پرشیا پخش می شد خیلی از هنرجوهایی که توی گروه بیژن مرتضوی بودن هم این مورد رو تایید کردن و گفتن که ستاره سعیدی توی پشت صحنه این برنامه همیشه حضور داشت و به بیژن مرتضوی قوت قلب و دلگرمی میداد. این مورد رو حتی نزدیکان بیژن مرتضوی و همسرش هم تایید میکنن که زندگی بیژن در کنار ستاره سعیدی به دور از حتی حواشی که زندگی هنرمندان داره بوده و همیشه عشق و محبت توی زندگیشون جاری بوده امیدواریم که روحش شاد و در آرامش باشه دوستان چند تا ویدیوی دیگه هم توی کانال در مورد مرگ ستاره سعیدی و هواشی زندگی بیژن مرتضوی قرار دادم که پیشنهاد میکنم این ویدیوها رو هم حتما تماشا بکنید حتما نظرتون رو راجبه یاد داشته اخیری که براتون خوندم تو بخش کامنت ها برامون بنویسید امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید لایک و کامنت و سابسکرایب هم فراموش نشه تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون حتما در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه میبینید رو تماشا کنید